شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با برنامه عروه الوثقا. به همه شما سلام عرض میکنیم، همه شما خوبان، مخصوصا کسانی که برنامه رو یاری میدهن با سوالایی که مطرح میکنن، چون بخش عمده ای از این برنامه با سوالای شما پا میگیرد. و اما ادامه احکام نماز جماعت، اونم شرایط امام جماعت. ممکنه خیلیاتون میگید ما که امام جماعت نیستیم، حالا امام جماعت باید شرایطی داشته باشه. نه، در اینجا شرایطی که امام جماعت درش باید وجود داشته باشه به مای معموم هم بر میگرده. یعنی وقتی که شما میخواید اقتدا کنید به امام جماعت، باید بدونید شرایطو دارد یا ندارد، و اگر شرایط نداره نمیتونید اقتدا کنید. ولذا شرایط امام جماعت باید بدانیم. یکی از شرایط که در برنامه گذشته بهش پرداخته شد و توضیح داده شد این است که امام جماعت باید عادل باشد، یعنی آدم درستکاری باشه، دنبال گناه و معصیت و کار خلاف نباشد، دنبال وظایف دینی و خلاصه دنیایی خودش هم اگر خلاف نباشه. که گفتیم همین حسن ظاهر کافیه، همین که ظاهراً خلاصه دنبال گناه نیست. بعدم توضیح دادیم اطمینان کافیه، چون بعضیا میگن آقا ما امام جماعت نمیشناسیم چجوری اقتدا کنیم. در جواب گفتیم شما اگر همین اطمینان داشته باشید ایشون آدم درستیه، عادل هست، کفایت میکنه. بسیاری از مردم شخصی رو وقتی که در این لباس میبینن اطمینان براشون حاصل میشه. یعنی خیلی بعید میدانن که یک شخص روحانی یه طلبه تو این لباس مقدس مثلا دنبال گناه و معصیت، اونم گناه کبیره باشه، بهش اقتدا میکنن. الان از حوزه علمیه قم یا مشهد یا اصفهان یا جاهای دیگه یا نجف افرادی میرن برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان، همون روز اول مردم به او اقتدا میکنن. چرا؟ چون اطمینان میکنن که آدم درستیه. یا وارد مسجد میشیم میبینیم 200 نفر 300 نفر از اهالی محل به این آقا اقتدا کردن، معمولا آدم براش اطمینان حاصل میشه که اگه این آدم درستی نبود این جمعیت بهش اقتدا نمیکردن. ولذا همین مقدار کافیه. یا شما میرید مثلا حرم مطهر امام رضا علیه السلام، خب افرادی رو گذاشتن اونجا به عنوان امام جماعت، حتما اونا این شرایط رو لحاظ کردن دیگه. اونجا لازم نیست که آدم تحقیق کنه ایشون کیه، آیا شرایط دارد یا ندارد. همین مقدار که اطمینان حاصل بشود برای اقتداء کفایت میکنند. همینجا باید عرض کنیم مواظب شیطان هم باشید. گاهی وقتا شیطان آدم وسوسه میکنه، خب از کجا شما شناختی؟ شاید عادل نباشد، شاید قرائتش صحیح نباشد، که حالا ما توضیح میدیم. نسبت به عدالت که توضیح دادیم، همین اطمینان به همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین از وساوس شیطانی هم باید پرهیز کرد که مؤمنان و متدینان رو گاهی از کار خیر و از ثواب باز میدارد. آدمایی که ایمانشون ضعیفه اونا رو وادار به گناه میکنه. آدمای متدین رو از ثواب جماعت باز میداره گام اول، کم 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 از نماز اول وقت باز میداره، کم 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 از مستحبات نماز، تا خدا ناکرده به جای میرسه یه وقت نمازم نمیخونه یا نمازش قضا میشه. ولذا باید مواظب بود. شرط دوم صحت قرائت است، یعنی نماز رو درست به جا بیاره. جالبه امام جماعت رهبر این گروه هست. اونی که در جایگاه رهبری قرار میگیره، یک، آدم درستکاری باید باشد، عادل باشد، دو، این که این وظیفه رو درست انجام بدهد. فعلا وظیفه امام جماعت نماز خوندنه، یعنی اونی که ما میخوایم مقتدای ما باشد اقتدای او در نماز است، همین نماز رو درست باید انجام بده. حالا برید مراتب بالاتر، کسی که میخواد مرجع تقلید باشد، میخواد رهبر جامعه باشد، اونم باید این شرط رو داشته باشد، آدم عادل و درستکاری باشد، دو، این که وظایف رهبری رو بتونه انجام بدهد. اینا شرایط بسیار مهمیه. خب نمازش باید صحیح باشد. صحت قرائت از جمله شرایط امام جماعت است. معمولا ائمه جماعات مخصوصا اونایی که درس خونده حوزه هستن نمازشون صحیح است. خیلی بعیده
یه کسی سالها در حوزه علمیه درس خونده باشد و نمازش صحیح نباشد. اما حالا ممکنه اتفاقی بر بخورید یه امام جماعتی، شما ببینید نمازش درست نیست، خب نمیتونید اقتدا کنید. ولی اگر شک کردید که آیا نمازش درست است یا نه، فرمودن حمله بر صحت میشود در قرائت. چون عرض کردیم اگه شیطان وسوسه کند خب کار آدم مشکل میشه ها، شک کند که حالا نمازش درست است نه، ده نسبت به صحت قرائت میگن حمله بر صحت میشه. یعنی اگه شک کردید نمازش صحیح است یا نه، میتونید اقتدا کنید، ما مشکلی نداره، ان شاء الله صحیح است. حالا اگر وسط نماز متوجه شدید قرائتش صحیح نیست، از اونجا به بعد رو خودتون به نیت فرادا نمازتون ادامه بدید، مانعی ندارد و نماز صحیح است. خب اینم شرط دوم، یعنی صحت قرائت. امام جماعت باید نمازش صحیح باشد که هست ان شاء الله. یه سری بیماری ها هم هست که تقریبا تنفر میاره به هر حال و مردم باید ازش پرهیز کنن، یا مصری هست مثلا، چون امام جماعت به هر حال مقتدای جمعیت است و مردم به او اقتدا میکنند و او رو پیشوای خودشون قرار میدهند و از او پیروی میکنند. یه سری بیماری ها هم هست که حالا یا مصری است یا به هر حال مردم بخوان به همچون آدمی اقتدا کنند، نه اینکه از مقام معنوی او بکاهد. ممکنه یک کسی بیماری هم داشته باشه، سالها این بیماری رو مبتلا باشد، مقام معنویش هم بسیار بالا باشد، اما مسئله اینجا مسئله نماز جماعت است. مسئله این است که به هر حال حتی یه سری اصلا حسن ظاهر، حتی قیافه و اینا هم گاهی مد نظر است به عنوان محسنات، نه به عنوان اینکه آقا ایشون قیافش خوب نیست بس بهش اقتدا نکنیم. نه، اگه دو تا امام جماعت هستن، یکی زیباتره یکی نه، اما هر دو هم عادلن، نمازشون هم صحیح است، واقعا هم صحیح است، فرمودن حالا بهترین است که اون که زیباتره جلو بایستد، نه اینکه اگر اون یکی ایستاد مردم نمیتونن اقتدا کنن ها. نه، یا هر دو نمازشون صحیح است ولی یکی اصح است، قواعد تجویدی رو بهتر مراعات میکنه، فرمودن بهترین است که او امام جماعت است. یکی سید است یکی غیر سید است، بهترین است که اونی که سید جلو بایستد، الهاشمی یا اولا مثلا، او که هاشمی هست سید هست جلو بایستد. اینا جز محسناته. اما یه سری بیماری ها هست که بله اونا رو فرمودن امام جماعت اون بیماری ها رو نداشته باشد، که معمولا ندارند و مورد ابتلا هم نیست، خیلی ما بهش نمیپردازیم. خب تا لحظاتی دیگه در خدمت شما هستیم با سوالای شما. خب اولین سوالی که از بینندگان رو خدمتتون میخونم، نوشتن اگر بعد از غسل واجب کسی متوجه شود که قسمتی از ناخن پای او لاک دارد، آیا غسل او باطل است و باید از اول غسل کند؟ در غسل ترتیب شرط است، در غسل ترتیبی، اما موالات شرط نیست. یعنی لازم نیست که قسمت‌های سگانه بدن پشت سر هم بدون فاصله و اجزای بدن پشت سر هم باشد. بنابراین اگر دیده ناخونش مثلا لاک داره، یا گاهی وقتا اتفاق افتاده طرف غسل کرده بعد میبینه چسب به دستش هست، یعنی این قسمت دست آب بهش نرسیده، این باید برگرده از اول غسل کنه؟ نه، سر و گردن شستید غسل کردید صحیح، طرف راست شستید صحیح، طرف چپ هم شستید، فقط این قسمت اینجا چیه چسبه. یا خانم دیده روی ناخونش لاک، چون قسمت چپ بدن هست همون لاک رو برطرف کنید، چسب رو برطرف کنید و همون قسمت را به نیت غسل بشویید. دیگه نه لازم دوش بگیرید نه لازم حمام برید، همون قسمت زیر شیر یا یه خورده آب بریزید به نیت غسل، وقتی مانع برطرف شد بشویید، غسلتون صحیح است. به همین راحتی بله. اما اگر این مانع مثلا لاک اشاره کردن یا چسب در قسمت راست بدن بود، اون قسمت باید شسته بشه بعد از رفع مانع، چون ترتیبا باید مراد بشه. قسمت چپ که قبلا شسته شده صحیح نبوده، چرا؟ چون قسمت راست کامل نشده است. مجدداً طرف چپ بدن را هم میشویید و غسلتون صحیح است. سال بعدی نوشتن میخواستم در مورد این که بله وقتی که دستشویی میروم فکر میکنم قطره های ادرار به پاهایم میریزد، آیا نجس است یا نه؟ اگه فکر میکنید یا حتی احساس میکنید اینا رو اعتنا نکنید. تا انسان یقین نکرده جای پاک نجس شده است
لازم نیست اونجا رو تطهیر کنه، اونجا محکوم به طهارت است و نجس نخواهد بود. بنابراین به این شک و شبه ها و احساس ها و فکر میگونم اعتنا نکنید و میتونید هم یک کار کنید، خود آب بریزید پاتون خیس باشه که اگر ترشویی هم بود متوجه نشوید. اشکال نداره؟ نه، چه اشکالی داره؟ حتی در روایت هم همچین مطلبی رو داریم. ولذا اگر احساس کردید یا فکر کردید چیز نجس ترشو کرده، ادرار ترشو کرده، اعتنا نکنید. بیننده دیگری پرسیدن بعد از برداشت محصول از محصول جامانده در زمین بدون اجازه برداشت کردن چه حکمی داره؟ مثلا گردوها رو تکندن، حالا دونه های گردو هنوز هست، میوه ها رو چیدن هنوز میوه هست، مثلا گندم ها رو درو کردن خوشه های هنوز بر زمین هست، آیا دیگران میتونن بردارن یا نه؟ این دو صورت داره. یه وقت هست ما میدونیم طرف راضی نیست و این قطعا اشکال داره، یا نه اصلا حصار داره وارد شدن به اونجا ممنوع است. طرف میخواد بره تو باغ مردم از درخت گردو که گردو ارتا کنن دو تا دونه گردو هست اونو بچینید، خب شما نمیتونید با اجازه وارد باغ مردم بشید چون حصار داره، معلومه که راضی نیست. اما یه وقت از نه حصاری ندارد و من ایم از صاحبش معلوم نیست، آیا میشه یا نمیشه؟ اونم فرمودن که اگر نمیدونید راضی هستن یا نه جایز نیست، مگر اینکه عرف محل این باشد. اگه عرف محل بین کشاورزا اینجوریه یا بین باغدارا، اون محصول باقی مانده تک و توکی مثلا میوه‌ای یا خوشه‌های گندم اینا رو زمین هست یا به درخت هست، متعارف اینه که دیگران کس خاص میره برمی‌داره، خب این اشکالی نداره. اما اگر متعارف محل این نباشد و شما هم ندونید صاحبش راضی است یا نه، نه نمیشه برداشت و نمیشه برای خودمون استفاده کنیم. بله، بیننده دیگه سوالی رو مطرح کردن در باب نماز جماعت هم هست. نوشتن که من در روستایی زندگی میکنم که نماز جماعت پشت سر غیر روحانی خوانده میشود، زیاد هم او را نمیشناسیم، چه کنیم؟ آیا میتونیم اقتدا کنیم؟ شناختش یه بحث است و یک مسئله است، روحانی بودنش یک مسئله دیگری است. هرچند فقها فرمودن تا دسترسی به روحانی هست غیر روحانی امامت نکند بنا به مصالحی، اما غیر روحانی هم اشکال نداره، جایی که روحانی نیست اگر دارای شرایط است امام جماعت باشد، مردم از فیض نماز جماعت محروم نباشند. حالا روستایی، پادگانی، جایی، خلاصه روحانی نیست، امام جماعت نیست، امام جماعت راتب به قول معروف اونی که مرتب میآید، اینا هم میخوان نماز جماعت بخونن، یک نفر که نمازش صحیح است و شما او را عادل میدانید اشکال نداره اقتدا کنید. بنابراین در اون روستا اگر یه شخصی هم نماز میخواند، یعنی تو لباس شخصی، نمازش صحیح هست، شما هم او را عادل میدانید اشکال نداره. ولی نوشتن که درست نمیشناسیم، درست شناختن لازم نیست، همین که میبینید اهالی محل او را قبولش دارن، اگه برای شما هم اطمینان حاصل بشه که آدم درستی هست، عادل هست، میتونید اقتدا کنید، اشکال نداره. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه این برنامه. در این برنامه به شرایط امام جماعت اشاره کردیم که عبارتند از: یکم، عدالت یعنی آمدانه انجام ندادن گناهان کبیره و تکرار نکردن گناهان صغیره. بر این اساس افرادی که امام جماعت را می‌شناسند و می‌دانند که وی این ویژگی را دارد می توانند به وی اقتدا کنند. اما افرادی که امام را نمی شناسند صرف این که اطمینان پیدا کنند وی فرد عادلی است کافی است که این اطمینان می تواند به سبب اقتدا کردن افراد زیاد به وی حاصل شود. دوم، صحیح به جا آوردن نماز از جمله صحت قرائت است. گفتنی است چنانچه کسی شک کند که آیا قرائت امام جماعت صحیح است یا نه، نباید به شک خود توجه کند و می تواند به وی اقتدا کند. سوم، مبتلا نبودن به بیماری هایی که موجب تنفر دیگران می شود و در رساله توضیح المسائل نام برده شده است. در برنامه بعد به نمازهایی که می توان به جماعت خواند اشاره خواهیم کرد.